تو شرایط فعلی که همه دنیا درگیر ویروس کرونا شدن، کشور آمریکا راه نسبتاً متفاوت تری رو در پیش گرفته. علاوه بر اینکه راه‌های ارتباطیشو با کشورهای دیگه از نظر رفت آمد محدود و قطع کرده، اومده تمام اماکن رو مثل هتل‌ها، مغازه‌ها، آرایشگاه‌ها و غیره رو تعطیل و تمام ایالت‌ها رو به صورت قرنطینه درآورده. علاوه بر اون کلی بودجه برای تولید لوازم بهداشتی مثل ماسک و مواد ضد عفونی کننده و از همه مهمتر دستمال توالت از جیب خودش گذاشته و برای مرگ یک آمریکایی مسئولیت پذیره و نمیذاره که مردم همینجوری واسه خودشون بچرخن و به فنا برن. از طرفی این ویروس کرونا شوخی نداره و خیلی نرم و آهسته ترتیب آدم‌ها رو میده و سرعت انتقالش از سرعت جوک ساختن از مسائل مهم تو ایران بالاتره. پس در مجموع این موضوع مهمیه که اومدن کار و کاسبی خیلی ها رو به هم زدن، ولی مثلا تو ایران مردم به پشمشون هم نیست، همینجوری میرن و میان. و پس توقع نداشته باشید که 6 ماه دیگه جمعیت ایران نصف نشه. این اقدامات در آمریکا باعث شد که برای کمپانیای رسلینگ دو راه به وجود بیاد: یا شوهاشون رو کنسل میکنن و یا اینکه توی شرایط خاص و بدون تماشاچی شوهاشون رو برگزار میکنن. کمپانیای بزرگی مثل WWE، AEW و حتی UFC راه دوم رو انتخاب کردن. پس زمانی که مسئولیت این کار رو بر عهده گرفتن، حالا میگیم اولویت دومشون پول بوده، باید تماشاچیان رو توی خونه مثل قبل سرگرم کنند و هیچ جای ارفاقی وجود نداره. توی این زمینه WWE به صورت 100% گند زده و اصلا نمیدونن و نمیتونن بدون تماشاچی شوی خوبی رو به نمایش بذارن. 2 هفته WWE شوی بدون تماشاچی برگزار کرده که توی این شوها به صورت کامل منظور از شوی آشغال رو تفهیم و به نمایش گذاشتن. فکر بکر وینس مکمن برای اینکه زمان شوهاشون رو پر کنن این بوده که بگردن طولانی ترین مسابقات گذشته رو پیدا کنند و دوباره بازپخششون کنند و بیشتر وقت شو رو هم با حرف زدن سپری میکنند و عملا چیز خاصی وجود نداره. با این همه تفاصیل پافشاری بر اجرای پیپرویو هاشون هم دارن. در نقطه مقابل WWE AEW قرار داره. AEW شوی داینامیت یا به قول خودمون دینامیتش رو بدون تماشاچی برگزار کرد و تفاوت این دو کمپانی برای به نمایش گذاشتن شوهای بدون تماشاچی زمین تا آسمونه. AEW اومد علاوه بر اینکه روند شوهاش رو ادامه داده، دو کشتیگیر جدید رو به راستر خودش اضافه کرده، یکی متاردی و دیگری لوک هارپر که الانه در AEW با اسم برودی لی شناخته میشه. بعد اومدن دور رینگ رو یکم شلوغش کردن و فیلمبردار مثل احمقا صندلی‌های خالی رو هدف قرار نداده. حس این که یه شو توکمی دیگه قراره 2-3 ساعت وقت ما رو بگیره رو بهت ندادن و گویا AEW تصمیم گرفته که پیپرویو های مهمش رو زمان دیگه موکول بکنه. البته 100% نیستش. رو از همه اینها مهمتر، ابتدا کودی رودز در شو حاضر میشه و حرفای جالب و سطح بالایی رو در رابطه با اتفاقاتی که رخ داده میزنه، برخلاف WWE که تریپل ایچ اومد گفت قرار سرگرم بشیم و بخندیم. از شانس بعد WWE این اتفاقات درست زمانی رخ میده که قرار مهمترین پیپرویو این کمپانی یعنی رسلمنیای 36 برگزار بشه. رسلمنیایی که تم دوزان دریایی داره و وینس مکمن گویا میخواسته به جک اسپارو بگه که زکی مالیدی. پیپرویو رسلمنیا کلن به همین تمها و آتیش بازی هاشه که معروفه. اگه اینا رو ازش حذف کنیم خب میشه همون شو معمولی. توی این اتفاق هم کمپانی WWE دو راه جلوش وجود داشت، یا اینکه رسلمنیا رو به یه تاریخ دیگه موکول کنه و یا اینکه هر جوری شده رسلمنیا رو برگزار بکنه، که از نظر خیلیا وینس مکمن بدترین تصمیم عمرش رو گرفته و میخواد که رسلمنیا 36 تو محل تمرین کشتیگیران برگزار بشه. ولی انتخاب وینس بهترین انتخاب برای بیزینسش بوده. الان پیش خودتون میگید یعنی چی؟ کجاش خوبه؟ میشه حدسای زد که خونواده وینس مکمن زودتر از عوام از اتفاقاتی که در آمریکا رخ میده و ممکنه تو آینده رخ بده با خبر باشن، چرا که همسر وینس یعنی لیندا مکمن توی کابینه ترامپه و ترامپ هم اعلام کرده که این ویروس ممکنه تا شهریور ماه ادامه دار باشه. پس با این وضعیت وینس پیش خودش حساب کرده که اگه بخواد پیپرویواش رو به یه زمان دیگه موکول کنه کلی ضرر میکنه،
چه از نظر مالی و چه از نظر تماشاچی و بیننده. پس بهترین تصمیم رو گرفته، اما از یه چیزی بیخبره که اینو آخر ویدیو میگم. رسلمنیا 36 قرار بود که در شهر تمپا 17 فروردین برگزار بشه، اما خب به خاطر به وجود اومدن ویروس کرونا از ابرقدرت اقتصادی جهان یعنی چین این اتفاق رخ نخواهد داد و قراره که رسلمنیا 36 در اورلاندو در محل تمرین کشتیگیران بدون تماشاچی در دو شب برگزار بشه. مقامات WWE اعلام کردن که رسلمنیا پیپرویو بزرگیه و نمیشه توی یه شب انجامش داد. پس 16 و 17 فروردین میزبان رسلمنیا 36 در دو پارت باشید، که پشت قضیه دو قسمت کردن چیزی وجود داره که خواهم گفت. اما قبلش همونطور که گفتم پیپرویو به شور و حال تماشاچیان، تمهای ورود خفن کشتیگیران و آتیشبازی خاص خودشه که معروفه. اگه اینا رو حذف کنیم خب با شو معمولی هیچ فرقی نداره. پس در این که پیپرویو رسلمنیا 36 فاجعه بار باشه هیچ شکی وجود نداره، ولی چون این اتفاق برای اولین بار داره رخ میده توی نوع خودش جالبه و میتونه تماشاچیان رو به خودش جذب کنه. یکی از قوانینی که آمریکا برای جلوگیری از شیوع این بیماری در نظر داره اینه که توی گروه های بیش از 10-12 تایی دور هم جمع نشید. پس کمپانی WWE تابع قوانینه و توی بکستیج نمیشه تعداد کشتیگیر و عوامل برگزار کننده یک شو زیاد دور هم جمع بشن. پس کمپانی برای اینکه تراکم کمتری داشته باشه پیپرویو رو نصف کرده و از همه جالبتر اینه که پیپرویو به احتمال خیلی زیاد زنده پخش نمیشه، یعنی از قبل مسابقات رو ضبط میکنن بعد در تاریخی که اعلام شده پخشش میکنن. توی رسلمنیا مسابقه خاصی با نام Under the Giant Memorial Battle Royale چند سالی هستش که برگزار میشه. دقیق بخوام بگم از رسلمنیا 30 این مسابقه شکل گرفته و اولین برنده این مسابقه سزارو بوده. گویا شایع شده که در رسلمنیا 36 این مسابقه برگزار نمیشه. توی این مسابقه تقریبا 30 نفر شرکت میکنن. چرا میگم تقریبا؟ چون سالایی بوده که 20 نفره برگزار شده و حتی رسلمنیا 33 با 33 نفر این مسابقه برگزار شده، بخاطر همین متغیره. قوانینش هم قوانین مسابقه بتل رویال معمولیه، یعنی کشتیگیران باید از بالاترین طناب رینگ به بیرون بیفتن و جفت کف پاشون به زمین بخوره و برنده مسابقه هم به رسم یادبود از Under the Giant این اسطوره بزرگ WWE نام خودش رو در تروفی 500 پوندی این اسطوره ثبت میکنه. پس طبق شایعات کمپانی WWE امسال Under the Giant رو به حال خودش میذاره و میشه گفت فراموشش میکنه. مسابقاتی که تا به الان برای رسلمنیا 36 ثبت شدن و مسابقاتی که قرار ثبت بشن رو با هم مروری میکنیم و نتیجه مسابقات رو هم پیشبینی میکنیم. شما هم جالب میشه که توی کامنت ها پیشبینیتون رو از مسابقات رسلمنیا 36 بگید. براک لسنر در مقابل درو مکینتایر سر کنارمند WWE نوع مسابقه معمولی. گویا براک میخواد که پلی برای پیشرفت درو مکینتایر بشه. درو مکینتایر کشتیگیر خوبیه ولی خب WWE زیاد بهش بهایی نداد، اما الان که بهش بها داد از شانسش به این مشکلاتی که گفتیم خوردن. اگه کمپانی بخواد درو مکینتایر رو در مقابل جمعیت به یه سطحی برسونه توی این مسابقه باید ببازه، ولی نه، اگه کمپانی کار به اتفاقات نداشته باشه قطعا قهرمان جدید کنارمند WWE درو مکینتایر خواهد بود، ولی انتخاب من براک لسنر. ریا ریپلی در مقابل شارلوت فلر سر کنارمند زنان NXT. جفت کشتیگیران کارشون درسته ولی اگه به شارلوت این عنوان قهرمانی رو در حال حاضر بدن دو اتفاق میتونه بیفته. یکی این که شارلوت برمیگرده NXT و به جاش ریا ریپلی به بالاترین سطح راه پیدا میکنه، و یا اینکه WWE سعی میکنه NXT رو قاطی شوهای را و اسمکداون کنه و کل دیویژن NXT رو بیاره توی را یا اسمکداون، که این احتمال شانس برد شارلوت رو کم میکنه و نظر من روی برد ریا ریپلی هستش. بکی لینچ در مقابل شینا بیزلر سر کنارمند زنان را. این مسابقه مزخرف میتونه با برد شینا بیزلر به اتمام برسه و واقعا
در رابطه با این مسابقه حرفی ندارم. گولدبرگ در مقابل رومن رینز سرکنارمند یونیورسال، این مسابقه تو نوع خودش جالبه ولی اون قدری که آدم رو میخوب کنه نه نیست. با توجه به اینکه گولدبرگ قرارداد پاره وقت امضا کرده، من حدس میزنم که رومن رینز برنده مسابقه باشه، با اینکه هر جفتشون یکی از حرکات اصلیشون اسپیر رو باید دید که این مسابقه به چه شکل انجام میشه. جان سینا در مقابل دفیند بریوایت، نوع مسابقه معمولی. این مسابقه دو حالت داره، کشتن دفیند بریوایت یا بازنشسته کردن جان سینا. هر کدوم که ببازن آینده خوبی در انتظارشون نیست و اینکه تقریبا میشه گفت جان سینا سالی یه بار داره توی مسابقات حاضر میشه، درصد برد دفیند بالاتر خواهد بود. اندرتیکر در مقابل ای جی استایلز، نوع مسابقه معمولی. اندرتیکر کشتیگیریه که مثل گولدبرگ پا به سن گذاشتن و اینا اسطوره‌های بزرگ این ورزش هستن. باخته چنین افرادی برای همه ما به اصطلاح رسلینگ فنا سخته و خب بیزینس WWE با این که ما خوشمون میاد یا نمیاد کار نمیکنه، ولی من امیدوارم که اندرتیکر برنده مسابقه بشه. کوین اوونز در مقابل ست رولینز، نوع مسابقه معمولی. کوین و ست خیلی وقت با هم درگیریشون رو شروع کردن و احتمال اینکه AOP و بادی مورفی جلوی پای کوین در حین مسابقه سنگ بندازن زیاده، ولی من اگه قرار باشه پولی وسط باشه پولمو میذارم روی کوین اوونز. توی شو اسمکداون تی یک پرومو فوق وحشتناک و افتضاح، پیج از طریق اسکایپ بیلی رو توی مسابقه سیکس پک الیمینیشن قرار داد. گویا پیج توی LA گیر افتاد و نمیتونه حرکتی بزنه. همین دیروز پریروز هم بسات استریم کردنش رو راه انداخت و استریم هم میکنه. بیلی در مقابل لیسی، در مقابل دینا، در مقابل تامینا، در مقابل نائومی و در مقابل رفیق بیلی یعنی ساشا بانکس باید از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه. احتمالاً این مسابقه با ساشا بانکس و بیلی توی رینگ بتمان میرسه و قهرمان این کمربند عوض خواهد شد و شاید هم بیلی مثل یک سوپرزن عمل کنه و همه رو حذف کنه. چون این 6 نفر درگیری درست حسابی تا الان نداشتن، نمیتونم دقیق بگم چه اتفاقی ممکنه بیفته و قطعاً مشخصه که تامینا و دینا بروک نخودی ماجرا هستن. دمیز و جان ماریسون در مقابل یا نیو دی یا اوسوز، سرکنارمند تک تیم اسمکداون. بهترین انتخاب برای WWE در حال حاضر نیو دی هستن. پس اگه توی رسلمنیا 36 نیو دی در مقابل دمیز و جان ماریسون قرار بگیرن، نیو دی بازنده مسابقه از نظر من خواهند بود. رندی اورتون در مقابل اج، نوع مسابقه لاست من استندینگ. این مسابقه مسابقه جذابی خواهد بود و من شانس برد رندی اورتون رو بیشتر میدونم. دانیل برایان در مقابل سامی زین، سرکنارمند اینترکانتیننتال. این مسابقه رسمی تایید نشده ولی خب از روند شوها مشخصه که چنین مسابقه برگزار میشه و به احتمال قوی سامی زین از عنوان خودش دفاع میکنه. آندراده ممکنه در مقابل ری مستریو، سرکنارمند یونایتد استیت، مسابقه ای بدن و هنوز چی معلوم نیست و اینا نظرات من از مسابقاتی بود که تا به الان برای رسلمنیا 36 ثبت شدن و قرار نیستش که همه پیشبینی های من از مسابقات درست باشن و قهرمانان تک تیم را و کروزوویت هم هنوز پلنی براشون در نظر گرفته نشده و نکته مهمش اینه که تمام این کشتیگیران باید از شهرهایی که دارن زندگی میکنن بیان اورلاندو تا به مسابقهشون برسن و اگه کشتیگیری مثل پیج که در LA گیر افتاده نتونه خودش رو به مسابقهش برسونه، معلوم نیستش که کمپانی WWE میخواد چیکار بکنه و این حدس نرسیدن هم به براک لسنر خورده. ممکنه که براک به مسابقه رسلمنیا 36 نرسه. توی رسلمنیا 36 قرار بود که مثل هر سال مراسم هال آف فیم برگزار بشه، اما خب با لطف ویروس کرونا این اتفاق رخ نمیده و NXT تیک‌اوور هم کنسل شد و میزبان این پیپرویو بازیکن سابق فوتبال آمریکا راب میخواین از این منده خدا گذر کنیم. و اما چیزی که ممکنه WWE ازش بیخبر باشه اینه که همونطور که گفتم ویروس باهوش کرونا هدفی داره و تا به اون هدفش نرسه بیخیال نمیشه و زمانی که حتی فکرش رو هم نمی کنیم ویروس جهش پیدا میکنه و دهن همه رو سرویس
خواهد کرد و اونجاست که نه تنها کمپانی WWE، تمامی کمپانیایی که به صورت نیمه فعال هستن در حال حاضر همه از کار میافتن. امیدوارم رسلمنیای خوبی در انتظارمون باشه. جا داره تشکر کنم از کسایی که ما رو دونیت کردن و از روند ساخت ویدیوها حمایت میکنن و اگه هم توان مالی ندارید حتما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید و اگه هنوز به جمع کانال یوتیوب من نپیوستید بپیوندید. مثل همیشه تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.